حدودا 25 سال پیش من با ساز ایرانی سنتور آشنا شدم که توی دانشگاه خودمون کلاس سنتور و کلاس سنتور ایرانی و کلاس سنتور هندی و کلاس موسیقی اندونزی هم داشت که من همش رو از ترم اول همه رو گذارندم و بعدش تصمیم گرفتم که بیام اینجا با ساز سنتور با موسیقی رو آشنا شدم. در حال حاضر بنده پیش استاد اردوان کامکار و استاد سیاوش کامکار آموزش میگیرم. ابتدا پیش استاد سای ثابت کار کردن یه مدت. بعدش رفتن اینم کوتاه مدت که پیش استاد پایبرم کار کردم. و یه مدت بازم کوتاه پیش استاد پشنگ کامکارم کار کردم. در حال حاضر من در ژاپن زندگی میکنم. سالی یک بار یا دو بار میام، هر دفعه هر سفری که تقریبا یک ماه تقریبا که میام درس میگیرم بعد برمیگردم. قبلا من فقط علاقمند سنتور بودم، ولی الان غیر از ساز سنتور با سازهای دیگری هم کم کم دارم آشنا میشم. نه اینکه فقط صداش رو گوش میکنم، خودم کلاس ابتدایی هم میرم که تنبک هم یه ذره دارم کار میکنم، کمانچه هم یه ذره. من از ابتدا زیاد علاقه‌مند موسیقی سنتی ژاپن نشدم. بعد منتها همون لحظه‌ای که موسیقی ایرانی رو شنیدم انقدر خوشم اومد که اومدم اینجا و این راه رو ادامه دادم. توی ژاپن سازایی که شبیه سنتور باشد ما نداریم، شبیه قانون داریم به نام کوتو. به خاطر همین مثلا وقتی که تصویر رو دیدم که با همون مضراب انقدر نازک و سابق با اینجوری با همین مضراب اینجوری میزنم برای من خیلی جذاب بود. اینم میشه گفت که یکی از دلایلی که من از ساز سنتور خیلی خوشم اومد. خود موسیقی که مثلا سبکایی که مثلا سبک یا مثلا قطعاتی که مثلا توش اصلا کرون استفاده نمی کنم که برای من خیلی فرق می کنه. و یک دیگه هم مثلا مضراب گذاریش خیلی فرق داره. مثلا برای اولین بار رفتم پیش استاد اردوان، چیزی که استاد به من یاد دادم که مثلا بیشتر مضراب گذاریه که اصلا برای من باور نمی شد که چی اصلا برعکس بوده چیزی که من تا حالا یاد گرفته بودم. مثلا فقط مثلا چی میگم حرکه ششم و هفتم رو، نه هفتم و هشتم رو با رسم میزنم وقتی که مثلا گام رو سری میزنم. اینو اصلا توی سبکای دیگری موجود نبوده که، ولی الان خوب میفهمم که این خیلی شیوه منطقیه که همه چیز رو خیلی دقیق و سری میشه با اون مضراب گذاری اجرا کرد به نظرم.